سلام دوستان، روز شنبه دهم ماه فوریه سال 2017 استفان لوفن نخست وزیر سوئد در رأس یک هیئت بزرگ از جمله نمایندگان 40 شرکت تجاری سوئدی به دعوت حجت الاسلام حسن روحانی به ایران سفر کرد. در این سفر دو روزه که یک پیروزی تبلیغاتی برای جمهوری اسلامی محسوب می شد، 5 سند همکاری در حوزه‌های مختلف علمی، فناوری، مخابراتی، اقتصادی و تجاری بین وزرا و مسئولین دو کشور امضا شد. نخست وزیر سوئد همچنین به دیدار آیت الله خامنه ای رفت و ولی فقیه در این ملاقات ضمن حمله به آمریکا و برخی قدرت‌های اروپایی به خاطر نقششان در عراق و سوریه از سوئد به عنوان کشوری یاد کرد که نامی نیک در میان ایرانیان دارد و نسبت به توسعه همکاری‌های دو کشور ابراز امیدواری کرد. اما آنچه که سفر آقای لوفن به ایران را به سفری جنجالی و بحث‌انگیز بدل کرد، پوشش اسلامی زنان عالی رتبه عضو هیئت نخست وزیر سوئد در تهران از جمله خانم آن لند وزیر تجارت و همچنین ضیافتی بود که در خانه مسکونی سفیر سوئد در تهران با حضور زنان بدون حجاب اسلامی برگزار شد و طی آن چند قرارداد تجاری هم بین طرفین به امضا رسید. امروز در مورد بازتاب سفر نخست وزیر سوئد به تهران گفتگو میکنم با خانم ویکتوریا آزاد، فعال حقوق بشر در شهر گوتنبرگ سوئد. درود بر شما خانم ویکتوریا آزاد در گوتنبرگ سوئد. درود آقای فرهودی گرامی، سپاسگزارم از دعوتتون. خانم آزاد، به عنوان فعال سیاسی و فعال حقوق بشر در سوئد میخواستم اولین سوالم رو در رابطه با سفر اخیر نخست وزیر سوئد به ایران با مسائل حقوق بشر شروع کنم. آقای لوفن در گفتگویی که با خبرنگاران داشتن گفتن که مسئله حقوق بشر رو مطرح کردن، از جمله سرنوشت آقای احمد رضا جلالی پژوهشگر ایرانی سوئدی رو که 9 ماه دستگیرش کردن و به اتهام همکاری با دولت متخاصم به اعدام محکوم شده، ولی توضیحات بیشتری در مورد اینکه چه صحبت‌هایی بینشون انجام شده با مقامات ایرانی آقای لوفن ندادن. شما که در سوئد هستین، این مسائل رو دنبال میکنید، آیا روشن هست که دقیقاً چه مسائلی رو مطرح کردن و چه پاسخی از ایرانی ها گرفته آقای لوفن؟ متاسفانه تمام جراید سوئد در این زمینه که گزارش دادن به موارد کاملا کلان دیدارهایی که اینها با هم داشتن و قراردادهایی که با هم بستن اشاره میکنن. از طرق مختلف ما سعی کردیم ببینیم که به هر حال مضامین خوردتر و ریزتر توی این ملاقات ها چی بوده. تنها چیزی رو که میشه به جرأت گفت و انتقاداتی هم که به آقای لوفن شده این هست که حقوق بشر اصولا بسیار بسیار کم رنگ بوده، جایی به اون شکل نداشته، به غیر از مواردی بسیار ریزی در رابطه با مسائل زنان موارد دیگری مطرح نشده و اگر هم شده در دیدارهای خصوصی و موازی یا در اون گودبای پارتی بود که گرفته بودن در منزل سفیر سوئد. آنچه که روی حاکم بر این در واقع دیدار ها بوده بستن قراردادهای کلان اقتصادی بوده و اهداف سوئد، دولت سوئد، دولت سوسیال دموکرات های سوئد که میخواد بفروشه و رژیم ملاها که میخواد بخره. و البته خب واقعیت این هست که این خریدن هم معلوم نیست که در جهت منافع ملی ما باشه. یعنی فکر میکنید مسئله حقوق بشر تحت شعاع مسائل تجاری و اقتصادی در این سفر قرار گرفته؟
کاملا همینطور هست و البته پدیده جدیدی نیست. در طول این 30 سال مواضعی که سوئد اتخاذ کرده همواره منافع خودش رو در نظر گرفته و همواره اشاره کرده که مسئله حقوق بشر برمیگرده به نوع ساختار سیاسی اون کشور و برمیگرده به اینکه در واقع مردم اون کشور چه تقاضایی از دولتشون دارن و ما نمیتونیم به طور مستقیم تاثیرگذار باشیم. آیا پیش از این سفر مدافعان حقوق بشر در سوئد هیچ جلسه ملاقاتی داشتن با نخست وزیر یا مقامات دیگر کشوری که نگرانی های خودشون رو مطرح کنند و بگویند که شما موظفین در سفر به این مسائل اشاره کنید؟ هیچ ملاقاتی یا هیچ دموستراسیونی، تظاهراتی، چیزی صورت گرفت قبل از سفر؟ بله، به هر حال یک چند موردی هست که مقالاتی نوشته شد در جرایه در خصوص اینکه آقای لوون این سفر رو کلن انجام ندن و در نظر بگیرن که دارن میرن با یک رژیم دیکتاتوری که اتفاقا در سراشیبی قرار داره امروز معامله میکنن، توجه بکنن به اینکه وضعیت اقتصادی ایران بسیار بازار آشفته است و عاقبتی ممکن هست حتی نداشته باشه این قراردادها، ولی متاسفانه کابینه ایشون نه خود ایشون هیچ کدوم توجه نکنن به این انتقادات. احزاب دست راستی سوئد بسیار در این مورد فعالانه اظهار نظر کردن و حتی حزب دست راستی های مدیرات ها از ایشون خواست که این سفر انجام نده. مقاله یکی از نمایندگان مجلس اونها نوشته بود در این خصوص که به جای اون که برید با رژیم جمهوری اسلامی وارد گفتگو بشید، با مردم ایران وارد گفتگو بشید. حزب لیبرال یا حزب مردم سوئد هم گفته بود این سفر باید مشروط به این باشه که گفتگوهای شفاف و بدون پرده‌ای با جمهوری اسلامی در خصوص مسئله حقوق بشر داشته باشید و وقتی که میایید در واقع بتونید اون رو به خوبی گزارش بدید. ولی اون چی که مسلم هست، آقای لوون تصمیم خودشون گرفته بودن و منافع اقتصادی اونها براشون در ارجحیت قرار داشت و باز حقوق بشر در ایران و ملت ایران رو فروختن به منافع خودشون. و البته اشکالی نداره اگر شعارهای دموکراسی خواهی و دفاع از حقوق بشر در سطح جهانی رو در مقر سازمان ملل متحد فریاد نمی زدن. ما می دونیم که سوئد در اونجا یک کرسی بسیار محکمی داره و بسیار بسیار ادعا داره در مورد مسئله حقوق بشر. اینکه این پرنسیپ ها رو میشکنه و ترجیح میده که منافع در واقع مردم ایران رو فدای منافع موقت و کوتاه مدت خودش بکنه، از طرف بسیاری از محافل چه ایرانی و چه سوئدی مورد انتقادهای جدی قرار گرفته. بعد از سفر هم آیا انتقاداتی شده از آقای لوون و نحوه عملکردش در ایران، یا اینکه این صحبتی که شما میفرمایید مال قبل از سفره؟ بعد از سفر که انتقادات خیلی شفافتر هست به نظر من و بسیاری اظهار کردن. حزبی که ادعای دموکراسی و فمینیست بودن میکنه بسیار قابل تأسف هست که هیئت او که بخش بزرگش هم زنان تشکیل میدادن بیان و حجاب اسلامی به سر کنند و برای بستن چند قرارداد پرنسیپ های اخلاقی و حقوق بشری خودشون رو زیر پا بگذارن و در واقع پشت بکنن به خواهران خودشون در ایران که تحت فشار رژیم جمهوری اسلامی مجبور هستن که حجاب داشته باشن و مجبور هستن این قاعده زائد رو رعایت بکنن. ولی متاسفانه اونها هم یک پاسخی داده بودن که اساسا درست نبود، که اگر مایل باشید بفرمایید پاسخشون چی بود. پاسخ اونها این بود که مسئله حقوق بشر در ایران یک مسئله بسیار بسیار طولانی مدت هست و مسئله است که بخش بزرگش برمیگرده به خود مردم ایران در داخل کشور و مبارزه اونها. ما در یک حد محدودی میتونیم تأثیر بذاریم که در همون حد هم متاسفانه تأثیر نگذاشته بودن و گفته بودن چون حجاب قانون هست در ایران ما هم مجبور بودیم که این قانون رو رعایت بکنیم، در حالی که برای مثال حزب مردم انتقاد شدید کرده بود که خب مجبور نیستید
به خاطر رعایت یک قانونی که اساساً مبنای در واقع استبدادی داره رو بیاین و به خاطر منافع اقتصادی کوتاه مدت اون قانون رو رعایت بکنین. مجبور نبودین این کار رو، میتونستین این سفر رو مشروط به این بکنین که اونها اجازه بدن که شما بدون حجاب اسلامی در اونجا حضور پیدا بکنین. ولی بسا این سفر بدون در واقع رعایت قانون حجاب اسلامی هم انجام میشد. ولی مشکل این هست که آقای لوبن هیچ تلاشی نکرد برای اینکه چنین شرطی رو بذاره، اساسا چنین شرطی رو نگذاشت و فقط پذیرفت. بله، نکته ای که بعضی ها بهش اشاره کردن در شبکه توییتر و اینها این بوده که این زنان عضو کابینه سوئد، خب میدونیم کابینه سوئد کابینه فمینیستی هستش، خود آقای لوبن خودشون رو یک فمینیست میدونن و طرفدار برابری جنسیتی هستند و این خانم ها آمده بودن چند روز بعد از اینکه آقای ترامپ آمد اون فرمانی رو امضا کرد که کمک های آمریکا به سازمان های تنظیم خانواده در خارج از آمریکا رو ممنوع می کرد، اینها آمدن آقای ترامپ رو مسخره کردن و یه عکسی شبیه اون عکس گرفتن با یک سری خانم داخل کادر عکس بودن و این خودش فکر می کنم بعضی ها معتقدن که نشانی از ریاکاری زنان سیاستگزاران سوئدی بوده که آمدن این عکس رو از یک طرف میگیرن ترامپ رو مسخره میکنن، از طرف دیگه میرن ایران و حجاب کاملا اسلامی به تن میکنن که به مزاق رژیم خوش بیاد. این سیاست دابل مورال یا دروی در واقع دولت مردان سوئد چیز جدیدی نیست، همونطور که گفتم قبلا اتفاق افتاده. دقیقا درست میفرمایید آقای فرهودی، همینطور هست و بسیاری از سوئدی های متعهد و مسئول به این نکته اشاره کردن و به این مسئله دروی در عرصه سیاسی سیاستمداران حزب سوسیال دموکراسی باور دارن و حتی بسیاری معتقدن که با این اقدام آقای لوون شانس خودش رو برای دور بعدی در انتخابات بعدی از دست داد. بسیاری از مردم عادی سوئد هم به این نکته واقعا انتقاد دارن و معترض هستن. این اعتراضات همینطور داره در فیسبوک و فضای مجازی افزایش پیدا میکنه، چه به زبان سوئدی چه به زبان فارسی. وزارت خارجه آمریکا هم جواب بسیار قوی و خوبی من فکر میکنم امروز به مقامات سوئدی داد و اون این بود که اعلام کرد که آقای کروبی، آقای موسوی و خانم زهرا رهنورد و سایر زندانیان سیاسی باید فوراً آزاد بشن و این کلمه فوراً واقعا خیلی موجز بود و تا حالا اتفاق نیفتاده بود که دولت آمریکا یا مقامات آمریکا به این در واقع با از این منظر از موضع قاطعیت و اینقدر قاطعانه به این مسئله اشاره بکنن. و من فکر میکنم این پاسخ بسیار خوبی بود به آقای لوون و یارانش و حزبش که در واقع این همون خواستی بود که اونها باید در ایران مطرح میکردن. بله. و آزادی زندانیان و معلوم هم نیست که آقای لوون این رو مطرح کرده باشه یا نه. خانم آزاد، یکی از سندهایی که امضا کردن مقامات ایرانی و سعودی در این سفر سندی بود که خبرگزاری های ایران از اون عنوان یادداشتی در مورد امور زنان و خانواده یاد کردند. شما فکر میکنم یک نسخه از این سند رو ملاحظه کردید، ممکنه دقیقا به طور اختصار بفرمایید این سند حاوی چه نکاتی هست و چه منافعی برای دو طرف در بر خواهد داشت؟ من قطعا به شما اعلام میکنم که آقای لوون و یارانش در سفرشون به ایران هیچ موضع جدی در رابطه با نقض حقوق بشر نگرفتن. اگر گرفته بودن مطمئن باشید همونطور که وزارت خارجه آمریکا امروز اعلام کرد اونها هم اعلام میکردن. در مورد این سند در واقع مواردی مطرح شده که با خانم ملا وردی، اون به اصطلاح خانم آن لینده نشستم و راجبش صحبت کردن. سند اینقدر مختصر در جراید سوئدی مطرح شده که جدا هیچ چیز اجرایی هم نداره، توش آدم هیچ اون قدرت اجرایی رو نمیبینه از هیچ کدوم از هیچ طرف. در واقع یک جنبه بسیار کاملا سوری داره و اونم در خصوص مسئله جایگاه زنان هست در بازار کار و مسئله حضورشون در
در عرصه ورزش و توی به اصطلاح سلامت بهداشت زنان در ایران و مسئله در واقع آزادی تشکیل به اصطلاح ورود به بازار کار تجاری، اینا مواردی بود که در این سند اومده بود که اونا خواهان این شده بودن که زنان ایران بتونن در این عرصه ها در واقع امکانات بهتری رو بگیرن. و اون گزارشی خانم ملاوردی به خانم آنلیند داده بود حاکی از این بود که ایران از قبل در این عرصه بسیار فعال هست و این کارها رو داره انجام میده و خب این سند رو ما می‌نویسیم که ما بهتر بشیم. و متاسفانه انتقادی هم نشده بود که آمارهای جهانی در خصوص حقوق زنان و موقعیت زنان در ایران چی میگه. موضوع دیگه که مطرح شده بود در حاشیه این سفر، امضای قراردادهای تجاری بین ایران و سوئد در خانه مسکونی سفیر سوئد در تهران بوده که یکی از نمایندگان مجلس اون رو تحقیرآمیز توصیف کرده و خواستار توضیحات از سوی مسئولین شده بود که سخنگوی وزارت خارجه آمده و گفته که اینها توافقهایی که امضا شده بین بخش خصوصی دو کشور بوده و حضور مقامات ایرانی هم در این ضیافت مغایر با عرف و رویه بین المللی نیستش. فکر میکنم دلیلش این بوده که اینها مثل که پوشش اسلامی به تن نداشتن، همون خانم وزیرهایی که آمدن و عکس گرفتن در کاخ سعدآباد با مقامات ایرانی. شما اطلاعات بیشتری دارین در مورد این ضیافت در خانه سفیر سوئد؟ خب البته این ضیافت در خانه سفیر سوئد به این معنا بوده که اونجا خاک سوئد، سفارت هر کشوری در هر کشوری در واقع جزی از خاک اون کشور هست و لذا زنان سوئدی مجبور نبودن که در اونجا روسری بپوشن، چون که در خاک خودشون رو در واقع پیدا میکنن. ولی اینکه در اونجا چه قراردادهای بسته شده و چه در واقع مزامینی بوده، این حقیقتا هنوز انعکاس پیدا نکرده و به طور شفاف راجبش صحبت نشده و حتی بعضی محافل به سوئدی میگن که چنین چیزی نبوده. من از صحت و سقم این داستان حقیقتا عکساش خانم آزاد عکساش منتشر شده و کاملا نشون میده که مقامات ایرانی هم حضور داشتن، چهره های ایرانی در اون یه پارتی بود، یه پارتی است اون عکسا و همه دارن وایسادن و به هر حال دارن با هم گفتگو میکنن. ما نمیدونیم دقیقا مضامین این گفتگوها چی بوده و اگر مضامین این گفتگوها جدی بوده در اون صورت باید این در جرایت هم انعکاس پیدا میکرد و شاید ما در ملاقات پشت پرده واقعا نمیدونیم چی میگذره. ولی یکی از انتقاداتی که شده بود این بود که قبل از اینکه آقای لوونبره قرار بود که راجع به مسئله سوریه به شکل جدی و شفاف با دولت ایران وارد مذاکره بشه و گفتگو بکنه، تنها چیزی که اتفاقا آقای لوون به طور جدی هرگز بهش در اونجا نپرداخت مسئله سوال مربوط به سوریه بود. اونها یعنی کل این سفر معلوم شد که بیش از هر چیزی برای تحکیم روابط اقتصادی هست با دولت ایران و لاغیر. برای همین هست ما میبینیم که معاملات میلیونی، یعنی یه چیز در حدود مثلا 330 میلیون یورو فقط برای فروش 350 کامیون انجام شده، یعنی 350 کامیون سوئدیا به ایرانیا فروختن و 330 میلیون یورو پول در آوردن. یعنی اساس مسئله در این هست که دولت سوئد در پی در واقع پر کردن خزانه خودش هست و بودجه خودش رو میخواد تحکیم بکنه و کاملا از پرینسیپ های حقوق بشری خودش در اینجا میبینیم که به راحتی دست کشیده. اما یک نکته بسیار مهم این هست که مقالاتی هم در این زمینه حتی وجود داره و بر اساس سابقه ای که ما از شرکت اریکسون و ساب که در این دلیگیشن با ایشون همراه بود دان این هست که اونها چی میفروختن عمدتاً به ایران. خب وسایل در واقع شنود، وسایل رادارهای کنترل مردمی که در به اصطلاح فضای مجازی هستن و اینها چیزایی بودی که معاملاتی بودی که اریکسون دستش رو شد و با ایران داشته و بسیاری از راههای در واقع کشف ارتباطات سیاسی و
مجازی مردم از طریق شرکت اریکسون که در سوئد هست تأمین می شده، از طریق ابزاری که اونها می فروختن به ایران تأمین می شده و این شرکت در این ملاقات حضور داشته. ساب چی می فروشه؟ ساب هواپیمای جنگی دارن، اینا دسترسی به اونها دارن و اونها رو می فروشن. یا خود ولوو کارز مثلا همینطور. اینه که خود سوئد بخش بزرگی از درآمدش از طریق فروش تسلیحات انجام میشه. اینکه معاملات مختلفی هم در خصوص فروش تسلیحات در این میان انجام شده، این هم به نظر من قطعا در این سفر بوده، به دلیل اینکه الان میدونیم که به هر حال با آمدن ترامپ بعضی محافل مسئله خطر جنگ رو مطرح میکنن که حالا میتونه واقعا اصلا درست نباشه این مسئله، ولی سوئد از این فرصت طلایی استفاده میکنه برای اینکه اسلحه‌هاش هم بفروشه. سپاسگزارم از شما خانم ویکتوریا آزاد که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید برای انجام این گفتگو.